آموزش این بار ما در مورد پالتو یا مانتوی پاییزی کلاهدار سرخوده. همونطوری که در شکل مشخصی این کلاه فقط در حلقه گردن بالاتنه پشت و تاج سر دوخت داره و در قسمت جلو کلاه دوختی وجود نداره و کلاه با بالاتنه جلو یک تکه در اومده و همچنین میتونیم برای کلاه اینو یه لایه دیگه بذاریم، یعنی یه آستر داشته باشه که این آستر تا پای مانتو باید ادامه پیدا بکنه که هم حالت سجاف برای یقه داشته باشه و هم کلاه دو لایه به دست بیاد. اگه این آموزش براتون کاربرد داشت میتونید با انتخاب گزینه سابسکرایب عضو کانال ما باشین و همچنین با انتخاب زنگوله کنار سابسکرایب و انتخاب گزینه آل میتونین کلیه آموزش های قبلی ما رو داشته باشین و همچنین جزو اولین افرادی باشین که آموزش بعدی ما به دستتون خواهد رسید. الگوی مورد نیاز برای پالتو یا مانتوی پاییزه کلاهدار، البته کلاه سر خود، یعنی وصل شده به خود بالاتنه، جدا دوخته نمیشه. یک دونه الگوی قسمت پشت، یک دونه الگوی قسمت جلو بالاتنه و یک دونه هم الگوی آستین لازم داریم. قد بالاتنه در قسمت جلو را به اندازه مانتو یا پالتوی که میخواییم قد داشته باشه بهش اضافه میکنیم. مدل الگویی که میخواییم بکشیم بستگی به مدل پالتو یا مانتوی پاییزه ما داره. من در اینجا از الگوی اولیه جلو با پنس زیر بغل و زیر سینه استفاده کردم. همچنین یقه را در قسمت سرشانه به اندازه 2 تا 3 سانتی متر حتما گشاد بکنین، چون میخواییم کلاه روش وصل بکنیم و کلا یک مقدار باید حالت آزاد داشته باشه. این کار را هم در قسمت جلو انجام بدین هم در قسمت پشت، یعنی موقعی که این یک حلقه گردن گشاد میشه در این گوشه سرشانه 2 تا 3 سانتی متر داخل بشین و از اینجام 1 تا 2 سانتی متر میتونین بیاین پایین. در این قسمت هم همین کار رو میکنین، 2 تا 3 سانتی متر داخل میشین، در این قسمت هم 2 تا 3 سانتی متر میاین پایین که این حلقه کاملا گشادتر بشه. اگه خواستین دکمه داشته باشه حتما برای اینجا جا دکمه بذارین، چون این کلاه سر خوده برای جا دکمه من 4 سانتی متر اضافه گذاشتم که کلاه زیباتر در میاد با این کار. برای تهیه الگوی کلاه سر خوده این پالتو یا مانتوی پاییزه باید روی گوشه گردنی قسمت جلو 3 سانتی متر بیاین بیرون و اینو وصل بکنین روی کمر، خط کمر. بعد این خط رو امتداد بدین به طور مستقیم به اندازه 34 سانتی‌متر و عمود بر اون دوباره یک خط بکشین به اندازه 29 تا 30 سانتی‌متر. حالا این قسمت سرشانه رو من گفتم بهتون، گفتم که 2 تا 3 سانتی‌متر باید اینو گشاد بکنیم چون می‌خوایم کلاهمون گشادتر بشه که اینجا اینو می‌بینین. چون این سرشانه 13 بوده، 12 تا 13 سانتی‌متر بوده، حالا ببینین اینجا شده 10 سانتی‌متر. دقت کنین به اندازه همین سرشانه که شده 10 سانتی‌متر از اینجا میایین بیرون. بعد اینو وصل می‌کنین روی 1/2 این مربعی که اینجا ما داشتیم، اینجا 1/2 وصل می‌کنین روی این فاصله هم به اندازه 4 تا 5 سانتی‌متر باشه خوبه. بعد دوباره در این قسمت جلو هم اینجا به اندازه 3 سانتی‌متر بیاین پایین، از این گوشه مربع هم به اندازه 10 سانتی‌متر بیاین پایین، این 3 سانتی‌متر رو به اینجا وصل کنین، قسمت اینجا میشه دوریست و تاج کلاهی مقدار حالت شیب پیدا میکنه. دوباره اینجا رو هم که تقسیم بر 2 کردین با این 10 سانتی‌متر این هلال رو رسم کنین که برای فرق سر این هلال به دست میاد. به این ترتیب کلاه به لباس اضافه میشه، یعنی این قسمت جلو و کلاه به هم وصلن، دیگه این دوخت نداره، یک تکه در میاد بدون دوخته. و اگه بخواین با عنوان کلاه ازش استفاده بکنین که همین شکل کلاه را داره، اگرم نخواین با عنوان کلاه ازش استفاده کنین حالت یقه های سرخود مثل یقه آرشال و غیره پیدا میکنه. بعد از اینکه کلاه را طراحی کردیم دیگه کاری نداریم، اونو میتونیم بذاریم روی پارچه. اینجا همونطور که متوجه شدین قسمت پشت
پالتو یا مانتوی پاییزه ماست که در حلقه گردن 2-3 سانتی متر گشاد شده. این دوتا خط به هم دیگه تا پایین دوخت میخوره، این قسمت پشت. در قسمت جلو این قسمت که پنس زیر بغله، این دوتا را به هم دوخت بزنین، بعد این پنس هم دوخت بزنین. برای این قسمت هم همین کار میکنین، اینو دوخت میزنین. اینجا این قسمت سرشانه است، این سرشانه به این سرشانه دوخت میخوره، این قسمت هم این سرشانه به این سرشانه دوخت میخوره. و همونطور هم که متوجه شدین یه دونه هم دگمه براش گذاشتیم. بعد این قسمت کلاه، موقعی که خط پهلوها را دوختیم به هم، این خط پهلوی جلو به خط پهلوی پشت دوخته شد و سرشانه به سرشانه دوخته شد، میایین برای کلاه چه کار میکنین؟ از این گوشه تا اینجا دوخت میخوره، به از این گوشه تا اینجا. این قسمتی که ما اینجا داریم، این 10 سانتی که ما اینجا داریم، در دو طرف دوخت میخوره به پشت یقه گردن، پشت لباس بالاتنی پشت. یعنی این 10 سانت به این 10 سانت اینجا و این 10 سانت هم به این 10 سانت اینجا دوخت میخوره. در نتیجه کلاه کاملا وصل میشه و دیگه فقط تنها دوختی که برای ما کلاه لازم داریم این قسمتی که در حلقه گردن پشت به هم دوخت میخورن و همچنین قسمت تاج کلاه. بقیه میبینین همونطور که میبینین یک تکه در اومده و دیگه دوختی نداره. بعد اینکه سرشانه ها را دوختین و خط پهلو را هم دوختین، آستین هم که بهش وصل میکنین و پالتو به این ترتیب آماده میشه. مدلی هم که ما به این پالتومون دادیم، برش جیب یک فیل تابی درست کردیم و همچنین یک دونه دگمه و جا دگمه براش گذاشتیم. اگه خواستین کلاهتون آستر داشته باشه، باید کل کلاه به اضافه سجاف جلو لباس که معمولا ما در لباس هایی که جلو باز هستن یا یقه سر خود دارن یا یقه جدا دارن براشون سجاف تهیه میکنیم. این بار چون کلاه ما سر خوده، باید سجاف شامل کلاه و خود سجاف جلوی لباس به طور همزمان و یک تکه باشه که در الگوی بعدی طرز تهیه اونو بهتون نشون میدم. برای آستر کلاه باید این کار رو بکنین. از این قسمت سرشانه الگوی اصلی جلو در این قسمت سرشانه به اندازه 3 سانتی متر داخل بشین و اینو علامت بزنین. بعد در پای مانتو یا پالتو هم اینجا ما 4 سانتی متر جا دگمه داشتیم، 2 سانتی متر هم بهش اضافه بکنین، یه علامت بزنین. بعد این خط رو مستقیما وصل بکنین به این 3 سانتی که در سرشانه علامت زدیم و یه رولتی ازش بکنین، یعنی اینو بذارین روی کاغذ دیگه، یه رولتی ازش بکنین که این به دست میاد، این قسمت به دست میاد. دقت کنید اینجا 6 سانتی متر، اینجا هم 3 سانتی متر این قسمت. اینم که کامل کلاه. موقعی که شما میایین این خط رو مستقیم تا پایین وصل میکنین به این خط دوخت میزنین و همچنین این خط را هم مستقیم تا پایین وصل میکنین به این خط و دوخت میزنین و بر میگردانین داخل لباس، بعد تاج کلاه را هم به هم دیگه میدوزین، آستر جدا، خود کلاه جدا. فقط میمانه این که در قسمت حلقه گردن پشت، این قسمت که متصل میشه به حلقه گردن پشت با این قسمت و همچنین این قسمت و این قسمت، این دوتا را به طور همزمان وصل بکنین به حلقه گردن پشت. کامل کلاه ثابت میشه روی لباس، هم آستر و هم رویه و همچنین الان دیگه کلاه دولای است و تا پایین هم سجاف خورده و دیگه مشکلی اصلا نداریم، دیگه کامل کار انجام شده. کار نهایی که انجام دادیم این شکلی در میاد. دقت کنین ما سجاف جداگانه به طور یک تکه شامل کلاه رو داریم برای این لباس. زمانی که کلاه را روی سر میذارین این شکلی میشه و زمانی که کلاه را روی سرشانه میذارین این شکلی میشه که حالت یقه های سر خودو داره. و این قسمت هم میل خودتون، خواستین دوتا دگمه بذارین، خواستین یه دونه دگمه روی کمر بذارین. برای مچ هم بازم سلیقه‌ای، هر کاری که خودتون صلاح دونستین میتونین روی مچ انجام بدین که دیگه اینم
یک کار سلیقه‌ای جیبم که ما از جیب یک فیلتابی براش استفاده کردیم و شما میتونین اینو به دلخواه خودتون تغییر بدین.